طرح جدید آمریکا، حکومت موقت ایجاد و طالبان از پناهگاه های خود بیرون شوند. ابراز آمادگی طالبان برای شرکت در نشست صلح افغانستان در ترکیه. باید خدا بگه زیاد از ویدیو های این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. طرح جدید آمریکا، حکومت موقت ایجاد و طالبان از پناهگاه های خود بیرون شوند. خبرگزاری رویترز گفته که دولت جدید آمریکا پلان دارد حکومت کنونی افغانستان را تغییر بدهد و طالبان را از پناهگاه های امنشان بیرون کنند. به گزارش سپوتنیک، نشریه رویترز در مقاله می نویسد که دولت جدید ایالات متحده در صدد ایجاد حکومت موقت در افغانستان است. بر بنیاد طرح جدید دولت آمریکا، تا زمانی که روی یک قانون اساسی جدید موافقانه و برای انتخابات زمینه سازی نشود، حکومت اداره امور افغانستان را به پیش خواهد برد. در این برنامه آمده که آتش بس به وجود آورده می شود و یک کمیسیون از آن نظارت خواهد کرد. بر بنیاد این طرح، تا زمان برگزاری انتخابات یا شورای ملی با شمولیت نمایندگان طالبان گسترده و یا هم منحل می شود. همچنین بر بنیاد این طرح، دولت موقت افغانستان به هیچ گونه فعالیت گروه های تروریستی اجازه نخواهد داد که کشورهای دیگر را تهدید کند. در این طرح از طالبان خواسته شده که روابط نظامی خود را با کشورهای همسایه قطع و پناهگاه های خود را ترک کنند. گزارش افزوده که برخی موارد این طرح در نامه وزیر خارجه آمریکا برای ایجی مرغنی و دکتر عبدالله عبدالله نیز تصریح شده است. گفته می شود این طرح با دولت افغانستان، سیاسون، آیت طالبان و دولت پاکستان نیز شریک شده است. این در حال است که آنتونی وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته با ارسال نامه به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار داده است که اگر پیشنهادات تسریع روند صلح را فوراً بررسی نکند، ممکن به تنهایی با تاخت و تاز طالبان روبرو شود. اخیراً نامه وزیر خارجه آمریکا برای جمهورغنی و دکتر عبدالله عبدالله واکنش‌های زیادی را در افغانستان به وجود آورده است. گیلانی: در طرح جدید صلح آمریکا، طالبان و اشرف غنی نباید حضور داشته باشند. شمار از کارشناسان افغان معتقدند که آمریکا با طرح جدید صلح و مشارکت دادن سازمان ملل در صدد نجات از افغانستان است. با گزارش سپوتنیک، سید اسحاق گیلانی از فرماندهان سابق جهادی با تولونیوز گفت که نباید با شتاب و عجله تصمیم گرفت و بار دیگر کشور به میدان جنگی بزرگتر مبدل شود. وای میگوید نباید در طرح جدید صلح آمریکا، طالبان، اشرف غنی و افرادی که در 20 سال گذشته کشور را درگیر مشکلاتی فعلی کردن حضور داشته باشند. این فرمانده سابق جهادی میگوید در طرح جدید صلح آمریکا میخواهد با دخالت دادن سازمان ملل با پرده پوشی ناکامی هایش خود را از افغانستان نجات دهد. وای با بیان اینکه سازمان ملل در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشته تصریح کرد این سازمان در افغانستان فقط به شمارش تعداد کشته ها و زخمی ها بسنده کرده است. گیلانی به اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا به اشرف غنی در خصوص طرح صلح جدید تصریح کرد. این نامه نوع پیام هشدار آمیز برای جمهوری افغانستان بوده که راهی به جز پذیرش برای باقی نگذاشتن است. ابراز آمادگی طالبان برای شرکت در نشست صلح افغانستان در ترکیه. نشست جهانی با محوریت افغانستان به رهبری سازمان ملل که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده است قرار است در ترکیه برگزار شود. با گزارش سپوتنیک، منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه در نشست صلح ترکیه در امور افغانستان که قرار است در 27 ماه مارس به رهبری سازمان ملل برگزار شود شرکت خواهند کرد. گروه طالبان تایید میکند که در طرح دولت آمریکا مسائل چین دولت انتقالی برگزاری نشست آنکارا و آتش بس مطرح شده است. منابع نزدیک به طالبان همچنان با ابراز این مطلب میگویند که تحرک های پسین آمریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود. گفتنی است که آنتونی وزیر خارجه آمریکا نامه به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرستاده که در آن از خروج کامل نیروهای ایالات متحده هشدار داده است. مارشال دوستم: خیانت به نجیب، حمایت از غنی. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. عبدالرشید دوستم نام است که با بحران‌های خونین تاریخ معاصر افغانستان گره خورده است. نه تنها در دوران جنگ‌های مرگبار و ویرانگر داخلی میان نیروهای متخاصم مجاهدین و نه حتی در جریان جنگ با طالبان،
قتل عام سرای آنگرو در مسیر قندوز به مزار شریف پس از سقوط آن رژیم و ماجرای خوفناک قلعه جنگی مزار، بلکه سالها پیش از این رویدادها، زمانی که در نخستین ماه سال 71 خورشیدی نیروهای نظامی وابسته به دوستان جلو دیدار نماینده سازمان ملل با دکتر نجیب احمدزی، آخرین رئیس جمهوری کمونیست افغانستان را گرفتند و پس از آن راه خروج نجیب از کشور پس از سقوط رژیم کمونیستی را در فرودگاه کابل سد کرد تا او مجبور شود به دفتر نمایندگی سازمان ملل پناه ببرد و حدود 5 سال در آنجا به سر ببرد و در نهایت هم طالبان با اشغال کابل او و برادرش را از دفتر سازمان ملل بیرون بردن و پس از شکنجه های بسیار آنان را در چهارراهی آریانای پایتخت به دار آویختند. تاریخ از کنار این فاجعه به سادگی عبور نخواهد کرد. نقش دوستان در درگیری های خونین و حادث مرگبار تاریخ معاصر افغانستان کاملا مشهود است. گرچه او پس از ائتلاف سیاسی با شفانی احمدزی در انتخابات سال 2014 میلادی با انتشار یک اعلامیه رسمی و تاکید بر اینکه در تاریخ پرماجرای افغانستان هیچ کبوتر سفید وجود ندارد و هر کسی به گونه‌ای در تولید و بازتولید بحران نقش و سهم داشته است و مسئولیت‌های مستقیمش در فاجعه و جنایت‌های چند دهه سال اخیر تحویل از آن کرد. اما حتی این توبه سیاسی هم موجب نشد تا رابطه نچندان دوستانه‌اش با شفانی به عنوان نماینده دو جریان مجاهد و دیکتاتور با عقبهای سیاسی قومی و ایدئولوژی کاملا ناسازگار و متعارض و متقابل ترمیم شود و آنها تا پایان دوره حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس جمهور و معاون اول به وظایف عادی خود ادامه دهند. این کم و گردش روزگار یک بار دیگر آن را دو عقب متضاد را به هم نزدیک کرده است. رویدادی که بیشتر از چیز ناشی از شرایط مشابه شفانی احمدزی با نجیب الله احمدزی است، این سرنوشت بسیار مشابهی سبب شده تا شفانی رئیس جمهوری با عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری در ارگ ریاست جمهوری دیدار کند. ارگ ریاست جمهوری تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته، اما راحله دوستم دختر آقای دوستم گفته است که شفانی با عبدالرشید دوستم شامگاه دوشنبه 8 اوت دیدار کردند. این نخستین دیدار رئیس جمهور غنی با دوستم پس از اعطای رتبه مارشالی به او می باشد. دوستم در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری از حامیان دکتر عبدالله عبدالله بود. بر اساس توافق سیاسی عبدالله عبدالله و شفانی، رتبه مارشالی با آقای دوستم تفویض شد. او به تاریخ 9 اوت پس از 2 سال دوری از پایتخت از جوزجان به کابل برگشت. این برگشت هم احتمالاً با چراغ سبز شفانی صورت گرفته تا در صورت بحرانی تر شدن اوضاع، دوستم برخلاف نقشی که در سقوط رژیم به رهبری نجیب احمدزی بازی کرد، این بار به نجات و بقای یک احمدزی دیگر کمک کند. آقای غنی می‌داند که دوستم هم از نظر نظامی و هم از پایگاه پرقدرت قومی توانایی و ظرفیت کافی برای دفاع از او را دارد. سپاس که تا اینم با ما بودید.